زمانه، بدانید که راه حلی وجود دارد که با راهنمایی دکتر شیرین نوروی، روانشناس ماهر و با سابقه، قابل حل است. با سلام، دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی و لایف کوچ هستم. برای مشاوره حضوری در لس آنجلس و اورنج کانتی و مشاوره برنامه ما هر سه شنبه از ساعت 12 رو در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران و زنده این برنامه روی اینستاگرام پخش میشه، بعدن روی یوتیوب و بعد اینستاگرام، همه جای فیسبوک و همه جا خواهد رفت و امیدوارم که بتونیم بهره ببریم از این برنامه. امروز مطابق درخواست شما، دستور شما راجع به این که یک زن ایدئال چه زنیه صحبت میخواییم بکنیم. یک زن ایدئال در واقع خیلی مهمه که وقتی که میگیم یک زن ایدئال چه خانومیه، این نیست که فقط برای آقایون باشه، برای هر دوشونه، برای خودشونه. و وقتی که شما آقایون دنبال کسی میگردید و یا خانمها وقتی نگاهی میکنید به زندگی خودتون و روابط گذشته که چه بوده، چه شده و چقدر مونده، چقدر نمونده، نگاه کنیم ببینیم چقدر صداقتتون تو رابطه بوده. مهمترین رابطه با هر کس، نه فقط با مردان، با دوستان، با یار، با بچه ها، با مادر و پدر، با خانواده، با کار، با همه چی، اینه که ما در روابطمون صادق باشیم. وقتی ما صادقیم تصمیمات درستی میگیریم و حالمون خوبه، ما دنبال یک رابطه طولانی قشنگ هستیم، میدونیم که من صادقم و به تب میتونم یک انسان صادقی مثل خودم رو جذب کنم و اگر اجندا داشته باشم و نگاه مثبتی به زندگی نداشته باشم و بگم که خب حالا من با این شخص ازدواج میکنم، این شخص خوبه، حالا این مزایا رو داره و دنبال بیشتر چیزایی که او داره نگاه میکنیم، نه بیشتر اخلاق و صفاتی که خودمون داریم پرزنت کنیم، ارائه بدیم، اونجا گیر میکنیم. ما میخواییم نگاه بسیار مثبتی به زندگی داشته باشیم و تلاش کنیم همیشه نیمه پر لیوان رو ببینیم، نیمه پر لیوان رو ببینیم. و این خیلی خوبه، این خیلی خوبه که ما اینجوری نگاه میکنیم. و برای آقایون نگاه کنید که خانم باهوشی رو انتخاب کنید. خانم ها ماشاءالله باهوش هستن اگه بخواد نشون بدن، ولی دنبال یک زنی که از شما برتره باشید، هیچ کاری نداره، یعنی در واقع برنده برنده است. یعنی وقتی شما یه همسری انتخاب میکنید، یک یاری انتخاب میکنید، یه دوستی انتخاب میکنید که برتر از شماست، کما اینکه ممکنه مردا غرور دارن، من نمیخوام این خانم خیلی از من بالاتر باشه، ولی میبینید موفق ترید. لارنس والی، استاد برجسته دانشگاه برکلی، مدت‌های زیادی راجع به روابط زن و شوهرها تحقیق کرد و این بود که نتیجه هرچه زن باهوشتره، خانواده بهتریه، رابطه بهتریه و بچه های بهتری تحویل جامعه میدید. و اونجا نترسید که اگر خانم من تحصیلات عالیه داره، من این روزها کمک کردم، یه سه چهار تا از این آقایون کمکشون کردم، راهنمایی کردم در روابطی که بسیار برابر نبوده، یه جورایی روش کار کردن و روابط برابر و حتی بالاتر از خودشون انتخاب کردن و بسیار خوشحال هستن. این دلیل نمیشه که اگر خانومی از شما برتره، تحصیلاتش بیشتره، در واقع عقل سلیمش از شما بیشتره، سازشگر نباشه. اتفاقا میخواد سازشگرتر هستش. البته که خب شما باید بدونید که همیشه زندگی بستر گل رز نیست، گل یاس نیست، همه چی عالی نیست. یک زندگی فانکشنال ایرادهای خودشو داره، یک زندگی سالم دیگه که به دو داره، دعوا داره، عصبانیت داره، خشم داره، ابراز وجود داره، اینا کاملا طبیعی و اجتناب ناپذیره. ولی این که شما چگونه بخواید همسری رو انتخاب کنید که زندگیتون رو سالها، من میگم قرن دیگه، عالی باشه، اینه که حتما همسری باهوش انتخاب کنید. یکی از روانشناسان در UCLA حدود 11 سال هست که 172 زوج متأهل رو داره همراهی میکنه. جان گاتمن هم باشون یک کمک هایی میکنن.
به این نتیجه رسیدن که زنان باهوش، زنان متحد، زنان برتر بسیار خوب هستن و کمتر توی چالش شما رو میندازن. کمتر توی چالش میندازن. زنی که متعهده، زنی که به خانوادهش متعهده، زنی که قاطعیت داره، زنی که بلد مسائل رو حل کنه. فقط هوش کلاسیک نیست، آی کیو، هوش عاطفی برتری هم داره. من راجع به ایکیو و هوش عاطفی حتما با شما نازنینا صحبت میکنم. حالا یه ماجرای خیلی جالبی براتون بگم که من مراجعه کننده داشتم که گفتن که این همسر من که تو مهمونیا شوخی میکنه من خوشم نمیاد. و این خصلت مردای ایرانی هست، میخوان کنترل کنن. من نمیگم همه و نه، برخیا و خانم هم اینطور، همسری که شوخی میکنه میگه میخنده زیاد خوششون نمیاد، بیشتر دوست دارن همچین که خودش باشه، درونگرا باشه. اون حس عدم داشتن حرمت به نفس خودشونه. برای همینم من تحقیق کردم که در 2006 یک مطالعه بسیار عمیقی روانشناسان ایالتی وستفیلد کرده بودن که اگر خانم یا همسر شوخی های خوب میکنه، با نمکه، انرژی داره، قلب گشاده ای داره و خیلی هم شیک و با سواد و همه چی هست، ولی طنزای خوب بلده بگه، نه شوخی های زننده، نه کارهای بد، او خیلی هم خوبه و میتونه جذابیت هم داشته باشه. بازم یک در تحقیق از وینسمینستر یونیورسیتی شد که من تحقیق کردم، شخصی که جذابه، یعنی ببینید مثلا هنوز میتونه اینتروورت باشه، درونگرا باشه، ولی ظاهرش رو زیبا کنه، لباس خوب بپوشه، حرفای قشنگ بزنه، مثبت باشه، گیر نده، به قول شما گیر نده، نپیچه، از این چیزا خیلی جذابتر هستن و به عنوان یک خانم ایدئال، یک همسر ایدئال شما میتونید با ایشون رابطه خوبی داشته باشید. یه موضوع دیگه که خیلی 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 مهمه اینه که اهداف داشته باشه، اهداف داشته باشه و اهدافش رو هم با شما یکی بکنید دوتایی وقتی ازدواج میکنید. و میبینید چقدر جالبه، چقدر خوبه. یه کتابی هم هست که میخوام بهتون بگم حتما انتخاب کنید، از کریستین سیولان، چرا مردان باهوش با زنان باهوش ازدواج میکنن و چرا مردانی که زنانشون حتی موقعی که ازدواج کردن دنبال تحصیلات میرن، بالا میرن، چقدر خوشحالن. اون مردا کاملا حرمت به نفس دارن، اون مردا کاملا حتی اگر کارشون هم پایین تر باشه میپذیرن. حدود 15 سال 16 سال پیش بودی خانم دکتر با من مشاوره داشت و گفت عاشق مردی شدم که تحصیلاتش مثل من نیست، خیلی هم دیگر دوست داریم، من خیلی کاملگرام، پرفکشنیستم، نمیپسندم، ولی این آقا رو پسندیدم، من میدونم انسان خوبیه، میدونم آینده داریم، ولی الان چیزی نداره، منم دکترم، همه فامیلم هم مخالفن. باش صحبت کردم چند جلسه و با اون آقام صحبت کردم و دیدم واو چه مرد نازنینی، چه مرد نازنین. و بعد بالاخره اینا ازدواج کردن. کریسمس 3 سال پیش ما در یک جایی، یک محلی، یک شهری، نمیگم کجا، ایران، ایران نبود، فقط آمریکا، اروپا، استرالیا، ترکیه، یک رستورانی رفتیم برای کریسمس و دیدم چه رستورانی این آقا داره، چقدر وضع مالیش عالی، دوتای حامی هم بودن، دخترم باهوش. و خانمه گفت دیگه من لازم نیستم وسخ کار کنم برای کار طبابتم و چقدر خوب، چه ازدواج قشنگی بود و چقدر خوب که شما گفتی که با شخصی که صادقه، یک رنگه و ممکنه تحصیلات دانشگاهی آنچنین نداشته باشه که من معتقدم خوبه داشته باشه، ولی از بهره هوشی عالی، هوش عاطفی عالی، هوش کلاسیک عالی برخوردار بود و تونست موفق بشه و بیزنس مایندد بود. یکی از بزرگترین رستوران هایی که در یک جای گیتی هست داره ایشون و دو تا بچه و چقدر موفق. و بالاخره من خیلی خوشحال شدم بهتون میگم، خیلی مهمه. و یک چیز دیگه که خیلی مهمه، با
کسی ازدواج کنه که با والدین خودش، با والدین خودش رابطه بسیار مناسبی داشته باشه. اگر با دختری ازدواج میکنید میگه که من قهرم، مدت هاست با مادر و پدرم رابطه ندارم، با خواهر و برادر و دایی و عمو و دوستا، اینا علائمه. بازم یک تحقیقی شده که حدود 20 سال طول کشیده و محققان دانشگاه آلبرتو از 2970 نفر در سنین مختلف سوال کردن که فکر میکنن رابطه مستقیم خودشون با مادر پدرشون چقدر تاثیر رو زندگیشون گذاشته. گفتن خیلی زیاد. وقتی من با مادر پدرم رابطه خوبی دارم، دوست دارم همسرم هم رابطه خوبی داشته باشه و رابطه همسرم با اونها و رابطه منم با مادر پدر او خیلی خوب بوده. یعنی این همه تعداد 2970 و تعجب آوره که وقتی خودمون رابطه قشنگی نداریم با والدین خودمون، بسیار سخته که با والدین دیگران هم رابطه خوب داشته باشیم. اگر ما انسان مهربانی هستیم، اگر به سالمندان اهمیت میدیم، اگر پرخاشگر نیستیم، اگر پایینشون نمیاریم، احترام قائلیم، پس بدونیم که همین رابطه را میتونیم با مادر و پدر همسرمون داشته باشیم و این خیلی مهمه. این بسیار مهمه. حالا یک مسئله دیگه ایرم که میگم، که میخوام بگم، اختلاف نظر بین شما میتونه باشه، با همسرتون اختلاف نظر میتونه باشه، ولی اگر بعد از دعوا بتونید زود آروم بشید و خودتون رو زود آروم کنید که دیگه به قهر و کشمکش ها و دعواهای قبلی نرسید، اونجا برنده این. من براتون بگم که 70% دعواها میتونه تکراری باشه، میتونه تکراری باشه و بنابراین شما ببینید که چه کار میتونید بکنید که این دعواها این چنین نشه. با هم دیگه کار هیجان انگیزی انجام بدید، مثلا دوچرخه سواری، کوهنوردی، سفرهای خوب، حتی سفرهای نصف روزه، یک روزه خوب، با هم دیگه برنامه بگذارید. من زن و شوهرهایی میشناسم که زمانی که برنامه بیشتری با هم دیگه دارن، زندگی طولانی تری دارن، زندگی بهتری دارن. و باز هم دانشگاه میشیگان تحقیقاتی کرده که انگامی که افراد فعال هستن تو رابطهشون با هم دیگه، مثلا فیلمو با هم میشنن نگاه میکنن، عزیزم فیلمو با هم دیگه میشینن نگاه میکنن، سطح انرژیشون یکسانه، با هم میخوابن، با هم بیدار میشن، تاثیر بسیار زیادی داره. و من میبینم که معمولا خانم ها میان تراپی میخوان بگیرن، آقایون کمتر میان. امروز البته نه، خیلی هم داشتم آقایون زنگ زدن. بعدم تبریک میگم بهتون آقایون که شما هم دارین باورتون اینه که تراپی کار میکنیم و تمام مسئله این که ما نقص های خودمون رو ببینیم. هیچ کس کامل نیست. بنابراین نگاه کردن به معایب خودمون خیلی مهمه. اگر رابطمون با فرزندمون آنچنان نیست که نیست، نگاه کنیم ببینیم که انتظارات من چیه، توقعات من چیه، ژن ما چیه، انگزایتی های ما چیه، استراب های ما چیه. تمام این مسائل رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه داره میگذره. خب خانم مهتاب عزیزم سلام، خوب هستین؟ سلام خدمت خانم دکتر گلمون و همچنین دوستان عزیزمون. امیدوارم که همه در صحت و سلامت باشن و امروزم که دیگه ایالت کالیفرنیا ماسک رو برداشتن و حسابی دیگه فکر می‌کنم همه یه شور و شوق خاص خودشونا دارن. امیدوارم که واقعا دیگه این ویروس بره. خوش خبر باشی. من دوست دارم شما رو معرفی کنم. خانم مهتاب نوایی از سالها در امارات دبی کار مشاوره املاک میکردن و ایشون کامرشال منیجر هستن و هنوزم کسانی که جای خریدن مدیریت میکنن و بعد رفتن ترکیه، مدتی ترکیه بودن و حالا آمدن اورنج کاونتی و شانس خوب من، همسایه من، نزدیک من و قلب من و باور کنین یه چیزایی دادن باورش نمیشه و اومدن و حالا من میخوام با آقای نادر رفیع معرفیتون کنم که ببینم چه کارهایی با هم میتونید بکنید با اون تجربه زیادی که شما دارید. و چون یک مهمونی بود منزل ما و ایشون صحبت کردن و دو تا مشتری پیدا شد و خیلی خوب و یا یه دونه یا دو تا نفهمیدم
و خیلی خوبه که عزیزم شما این کار اینجا ادامه بدید، در خدمت باشید و راه و شاه و همه رو بلدید و کسی قرار نیست پشه بره دیگه، پشه بره دبی کاری بکنه. بله، هر کمکی از دستم بر بیاد واقعا انجام میدم. خیلی هم خوشحال میشم اگه دوستان هر سوالی در این زمینه داشتن میتونم کمکشون بکنم. مطمئنم تا حالا هم فکر کنم برای هر کسی، هر دوستی، آشنایی یا کلاینتی فرق نمیکنه بوده، خوشبختانه تا حالا همه راضی بودن و من بیشتر راضیم، چون که ادوایز خدایی نکرده ندادم که کسی ضرر ببینه توی زندگیش تا تونستم. الانم هیچ چیزی نیست، یعنی این که نیستش الان من دارم اینو میگم، هر سوالی باشه خوشحال میشم که اصلا جواب بدم. اگه دوست داشتن دوستان میتونن شمارمو بگیرن از خانم دکتر، واتساپمو که باشون ارتباط داشته باشم. و ممنونم از خانم دکتر عزیز که خوب خیلی به ما لطف دارن، به همه لطف دارن، به همه. یعنی این برنامه‌ای که شما دارین میذارین واقعا دیگه نهایت محبتتونه خانم دکتر گل. خواهش میکنم. من دوست دارم به هر حال شما دوست داشتید تو اینستاگرام دوستان شمارتون رو بگذارن، تماس بگیرن تا بعدن با یا سب کنیم تا آقای نادر رفی با شما تماس بگیرن. گذاشتم دیگه، اب نداره. خواهش میکنم. ماشاءالله ما ادمینامون همه جای دنیا زرنگن. مرسی، ممنونیم. خب جان شما. بله، یکی از دوستان خب سوال بوده راجع به زن ایدئال. بله نذاشتن. نه نذاشتن. خب جونم بگید. زن ایدئال، خب خیلی شما کامل و جامع من فکر می‌کنم جواب دادین، یعنی توضیح دادین راجع به خانم یا زن ایدئال. ولی یکی از دوستان گفتن که خانم دکتر من 40 سالمه و همسرم 44 سالشونه، یه پسرم داریم. همسرم که آقا باشن، ایشون دیپلمه هستن، من لیسانس، ولی انقدر منو همیشه یه با من رفتاری داشتن که من اصلا فکر میکنم چقدر از نظر علمی و از نظر همه چی از این آقا پایین ترم. اصلا دیگه نه خودم هم تدریسی میکنم، نه اصلا فعالیتی میکنم توی رشته درسیم و اینا، ولی به شدت اعتماد به نفسم پایین اومده. خب نازنینم، ببینید شما اینجا برنده بازی نکردی. نازنینم برنده بازی نکردی. شما لیسانسی که داری باید ادامه میدادی، فوق لیسانس تحصیلاتت و برای بچت هم شده، برای خودت هم شده، برای رابطت با همسر خوبت هم شده. قرار بود رشد کنی و قرار بود فعالیت کنی، قرار بود کاری بکنی. من اصلا قبول ندارم، یعنی من شخصا مراجع کننده ای ندارم. یعنی اول که شروع میکنن ممکنه داشته باشم که فعالیتی نداشته باشن، ولی از جلسه دوم همه یا دانشگاه میرن یا یک کلاس زبانی برمیدارن یا یک کاری میگیرن. اصلا امکان ندارم چنین چیزی. وقتی که شما میگید من فعالیتی نمی کنم، یعنی درست منو یاد این داستان کوسه میندازین و ماهی ها، و براتون سریع میگم که داستان چیه. نه اصلا ما فکر میکنیم، قبلا هم گفتم، ما یک جا ایستادیم، نه پشتمون چیزیه، نه جلومون، نه طرف راست، نه طرف چپ. اینو به مادرها میگم، به پدرها میگم، به مادر بزرگا میگم، به پدر بزرگا میگم، به بچه های جوان که الان دارین نگاه میکنین میگم، که وابسته هستید به مادر یا پدر، به همه دارم میگم. شما استقلال داری، ایندیپندنت هستی، روی خودت هستی. چیزی هم که دارم میگم، مسکل چهارم، پنجم، ششم تمرین کردم و دندونسازی محلم هم خودم رفتم. بنابراین چیزی که دارم میگم، من زندگی کردم. و چیزی که میگم اینه که داستان اینه که ژاپنیا ماهی خیلی دوست دارن، ماهی های خیلی خوب میشناسن. بعد سواحل دریا بسیار کثیف شده بود، ماهی ها مزه خوبی نداشتن، گفتن برید ماهی ها رو با لوله های بسیار بزرگ از ته دریا بیاریم. رفتن و ماهی ها رو گذاشتن تو لوله آوردن، باز ژاپنیا خوردن، گفتن نه مزهش خوب نیست. نگو این ماهی ها که توی لوله های بزرگ میذاشتن میابردن، باز خودشون میخوابیدن راحت. اینها یک دونه شارک گذاشتن، کوسه گذاشتن توی این لوله بزرگ که اون همینجور میدوید که ماهی ها رو بخوره.
و این ماهی ها تمام مدت برای نجات جونشون، منم در سطح گمیدم مثل ماهی ها، برای نجات جونشون چیکار میکردن؟ فرار میکردن و نفس نفس میزدن. زندگی نفس نفسه، زندگی دویدنه، زندگی سکوت و نشستن نداریم، هر سنی که داریم نداریم. و بعد این ماهی ها که اومدن دیدن به 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 چه تازه و خوب و خوشمزه. اونایی که افسرده بودن، اونایی که تنها بودن، اونایی که گفتن من کاری نمیتونستم بکنم، اون کوسه اونجا بود، اون شوهر سخت خشمگین عصبانی اونجا بود، اون مادر شوهر اونجا بود، اون پدر اونجا بود، اون مادر اونجا بود، نمیگذاشت من کاری کنم، خورده شدن و مرده شدن و رفتن. کیا موندن؟ اونایی که گفتن هر چی هستی جلو من باشی، اژدهام باشی، من بلدم چیکار کنم، و فرار کردن و اومدن. و تمام جوونه گفتن به بچه ماهی های خوشمزه ای چه خوبه. جونشون رو نجات دادن، البته جای دیگه خوردنشون، ولی مهم نیست، هدفشون بود که اون نخوره. بنابراین مثال خوبیه مهتاب جون، مگه نه؟ بله بله، خیلی جالب گفته خانم دکتر. من خودم زندگی رو فقط به حرکت میدونم، یعنی اگه حرکت توی زندگی نباشه، فکر میکنم مثل حتی آب که بسیار زلال و لازمه زندگیه میگنده، فکر میکنم آدم هم به همین شکله. یعنی چقدر خوبه که حرکت داشته باشیم، حتی به قولی اگه هیچ کاری هم نداشتیم، که ما در زمان کرونا اینو تجربه کردیم، میتونیم خاک باغچه‌مون یا گلدونامون رو از این گلدون به یه گلدون بریزیم، میتونیم یه کارایی انجام بدیم. یعنی فکر میکنم بنا به گفته شما که این مثال خیلی قشنگ رو زدین خانم دکتر، بهترین کار حرکت داشتنه، و این صامت موندن و ثابت موندن واقعا باعث مشکلات زیادی میشه و اول از همه خودمون از بین میبره. منم این ایده منی و شما کاملا به جا گفتین، مثالتونم خیلی جالب بود. اولین بار بود پیش از 15 سال ما میشناسیم هم دیگر رو، حرکتتون رو دیدم، سفراتتون رو دیدم، تمام کارهایی که کردید و بقیه دوستانی که دارین اینجا نگاه میکنین. حرکت در زندگی رتم اصلی ماست و سکوت یعنی ساکن شدن، یعنی مردن. انرژی، حرکت، زندگی، اینو میخوام، و رفتن بالا به همین سادگی و سعود. آره نازنین، نمیدونم این مثال قدیمی هم که حالا بوده بد نیست بهش اشاره بکنیم. خانم دکتر، از شما حرکت، از خدا برکت. من خیلی به این اصل معتقدم، فکر کنم همه ایرانیان به همین معتقدن، همه دوستان. دقیقاً. خب زندگی تسلیم نیست، زندگی تسلیم نیست، زندگی حرکت، شهامت، ایمان، پشتکار. و درست مهمی چه سنی هستید، در هر سنی هستید، رشد و به سوی آگاهی رفتنه، به توانایی ها. ما همه توانایی هایی داریم که اصلا خبر نداریم که چه توانایی هایی داریم، و بی‌پروایی خودتون رو نشون بدید، در واقع دگرسانی رو بپذیرید، خودتون رو باور کنید، تا خودتون رو باور کنید. در واقع اگر خودتون رو باور نکنید، در چاله مردن میفتیم، و خیلی ها زندگی میکنن ولی در واقع مردن و زنده نیستن. اون زندگی نیست جانم. واقعا خانم مهوش گفتن که سلام خانم دکتر، من ازدواج ناموفقی داشتم خیلی سال پیش، الان میخوام دوباره ازدواج کنم، اکثرا فقط دنبال دوستی بدون ازدواج هستم، موندم به این تنهایی ادامه بدم، ولی این روش دوستیارم اصلا نمیپسندم. خب ایشون دوست دارن که دوست ندارن ازدواج کنن، درسته؟ نه نه، میگن دلم میخواد، میخوام دوباره ازدواج کنم، ولی کسایی که باشون آشنا میشم همشون فقط میخوان دوست باشن بدون ازدواج. اوکی. خب ببینید، متوجه شدم. اغلب آقایون، اغلب نه همه، اگر بدونن که شما خانمی هستی که آماده هستی باشون دوست باشی، روابط جنسی داشته باشی، مسئولیتی نداری، بچه نداری، خرجی نداری، حالا یک کمی هم خرجی داشته باشی و روپای خودت باشی، خب خوبه، میخوان دوستی داشته باشن. ولی شما باید انتخاب کنید که حالا من نمیدونم چند سالشونه. چند؟ بله؟ ننوشتن نخیر.
بنابراین شمایی که میخوای نگاه کنی ببینی که اون ازدواج رو میخوای یا فقط میخوای دوست باشی، و اگر دوستی میخواد با شما فقط از همون آغاز شروع کنه، قبل از 3-4 ماه 5 ماه 6 ماه هم در بشناسین، رابطه یه فقط سکشوال و جنسی داشته باشه و چیزی نیست که شما نمیخوای، نکن. به هیچ وجه نکن، به هیچ وجه. حتی سنتون که جوانتره وارد همچین رابطه ای نشید. خب دوستیابی خوبه، دوست خوب، دوست داشتن خیلی خوبه، ولی اینکه بیاید و شما وارد روابطی بشید که دوست نداری بهتره که نشید. گفتن که ببخشی خانم دکتر، گفتن 45 سالم. و ایشون میخواد ازدواج کنه یا نه؟ بله میخواد ازدواج کنم، ولی میگه با کسی، با چند نفری که آشنا شدم اونا قصد ازدواج نداشتن، گفتن که فقط دوست باشی. اوکی. بله پیامده هایی داره قبل از ازدواج. شما باید یاد بگیری که با کسانی بری که بخوان ازدواج کنن، نه از روز اول، نه از روز اول. ارتباط دوستی کسی که سن شما هست با یک مرد متفاوته با یه دختر 25 ساله. من 20 ساله که مخالفم مثلا برای ازدواج، متفاوته. بنابراین شما باید نگاه کنید بگید معیاراتون چیه، ارزشاتون چیه، ولیواتون چیه، دنبال چه جور مردی میگردید، دقیقا چه نوع مردی رو شما میخواید انتخاب کنید که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، سیاسی، خانوادگی، حالات افسردگی، هیجانات و و و همه چگونه است. و بعد شما تازه باید بری مدتی 3-4 ماه بری و به طرفم بگی که من میخوام شما رو بشناسم، نه که میخوام ازدواج کنم. مردا میترسن، بدبختا حقم دارن. تا با من آشنا شدی، حالا من 40 سالمه، خیلی آدم وسواسی هستم، خیلی هم وابستگی به خانواده هم دارم، آفتهای زندگیم زیاد بوده، حالا یا تو تحصیلم یا یه چیزی هستم، آماده نیستم، تشویش و احساس نگرانی دارم، بیا با من ازدواج کن. نه نه، اصلا همچین حرفی رو نزنید. اصلا شما نباید دنبال همچین مردی بگردید. شما اولا شناخت خودت و در واقع دید خودت، من کی هستم، چی میخوام، و بعد با کسی که آشنا میشید حتما آشنا بشید، حتما تو آنلاین بنویسید دنبال یه مردی میگردم با این شرایط، و برید و بیاید. حرف از ازدواج نباید بزنید، حرف از ازدواج نباید بزنید. تصمیم گیری نادرسته وقتی شما از آغاز میگید من اینو برای ازدواج میخوام. یه دیوانه باشه شما خواهی ازدواج کنی، بعد یه جو بدبینی بدی ایجاد بکنی که طرفم بترسه، در خطره، وای حالا میخواد با من عرصه کنه. نه، شما قراره بری بیای، بعد از یه مدت اگر دیدی اون آقا احترام براتون قائله، اون آقا فقط برای سکس با شما نیومده، اون آقام فکر ازدواجه، میتونید اقلا 5-6 ماه با هم دیگه رابطه رفت آمد داشته باشید. و بعد وقتی که دیدید از هر لحاظ، یعنی 60-70% به هم میخورید، اون موقع حرف از ازدواج باشه. و مردان متعهد داریم، ولی خب شما خانم‌ها بعضی وقتا میترسونشه، میترسونین، به خصوص خانمی که 40-42 سالشه میخواد ازدواج کنه. اون مرد اون ساله ممکن ازدواج کرده، طلاق گرفته، ممکن انقدر اختلال وسواسی داره، مشکلات و اشتباهای قبلا کرده که نمیدونه چجوری باش روبرو بشه، ممکنه حالش خوب نباشه، شرایطش آماده نباشه، و این فشار ازدواج او رو واقعا بیمار میکنه. تازه بعضی از مردان اون سن، من بهتون بگم خواستون باشه، خیلی تنوع طلبه، خیلی دوست دارن دوستی با افراد بسیار زیاد قبل از ازدواج داشته باشن، قبل از تشکیل خانواده داشته باشن. معمولا آلفا منن، معمولا تیپاشو خوبه، معمولا پولدار هستن، معمولا شخصیت اجتماعی دارن و برونگرا و صحبت کن و خودشیرین و خودزبون. و شما اگر میخوای با یه همچین مردی بری بندازی تو چاله ازدواج، خیلی سخته. اینی هم که فکر کنی حالا میرم او رو تغییر میدم، به هیچ وجه. آقایون نمیتونن شما رو تغییر بدن، شما هم نمیتونین کسی رو تغییر بدین مگه اینکه بخواید. ولی اگر با صداقتتون برید، با خودتون برید، با بینگتون برید، با حضورتون برید، با بودنتون برید،
و غلط و درست نکنین، چون اونا غلط و درست ها باورهای ماست. بدون قضاوت، این کتاب قضاوت هم بگم بخونید، بدون قضاوت برید میتونید یک مرد خوب رو انتخاب کنید و برعکس. قضاوت نکنیم. نویسنده کرود برژ، مترجم سوسن سلیمزاده، و این کتاب بسیار خوبیه. یک بارم راجبش صحبت میکنم که چگونه ما میتونیم قضاوت هامونو کم بکنیم، و کتاب خیلی کوچیکی هم از خوبه. ما در زندگیمون امکان قضاوت همه داریم، و در سخنرانی های بنیاد استاد الهی هم راجع به این کتاب و کتاب غلبه بر حسادت صحبت شده که خیلی کتاب های جالبیه، و گفتار ایشون هم دکتر بهرام الهی استاد الهی بنیاد اخلاق و همبستگی انسانی، بسیار پیشنهاداتشون خوبه. و قضاوت های بدون فکر میکنیم، از بدخواهی میکنیم، انتقام جویی میکنیم، حسادت میکنیم، و البته قضاوت راجع به فلسفه، منطق، عدالت، اخلاقیات، عمل، مذهب، وقتی که به مفهوم بنیادی نگاه میکنیم معنای دیگه ای داره. ولی متاسفانه ما قضاوت، جاجمنت انجام میدیم. این رو باید بیشتر راجبش براتون بگم. خیلی خوبه. جونم بفرمایید. بله، یه خانومی هم گفتن که من تحصیلات عالیه ندارم، 37 سالمه، و نوشتن که خانم دکتر ما چطور میتونیم با یه آقای تحصیل کرده و باهوش ازدواج کنیم؟ برو دنبالش، خود تحصیلاتتو ببر بالا. چرا 37 ساله تحصیلاتتو؟ فکر میکنی دیره؟ یکی از مراجعه کننده های من 55 سالگی شروع کرد برای درس خوندن، همین برای سپتامبر اسم نوشته، برای آیست. یعنی چی؟ شما نمیتونی. خندیدی مهتاب جون، خوشم اومد، خیلی خندتون معنا داشت. نه، ببینید، من باید یه چیزی داشته باشم تو دستم. مرد ها بسیار بازگاوت، مرد ها بسیار باهوشن. فکر نکنید مرد ها نمیفهمن، خیلی خوب میفهمن. اگر من یک چیز خوبی میخوام در رابطم داشته باشم، حتما باید چیز خوبی اراده بکنم. ارائه بدم. مرسی قربونت برم. ارائه بدم. دوستی قبل از ازدواج برای همینه. شما همدیگر رو میشناسید، از هر جنسیتی هستید، و میبینید که اگر یک مردی هست خیلی از شما برتره و شما میخواید دنبالی همچین کسی بری، که البته شده، اگر حرمت به نفس بالایی دارید شده، اگر دروغ نبوده شده، اگر دوستی قبل از ازدواج رو بلد بودید شده، اگر دوستی در واقع پیش از ازدواج رو خوب میدونستید شده، اگر معایب خودتون رو میدونستید شده. ولی این که من برم و لاتاری ببرم و یه چیزی ببرم و خودم چی هدیه ندم و 37 سالم دیگه درس رو ول کنم، خلق و خوم اینجوریه که من یه مرد عالی میخوام، خوب نیست. خلقوخی خودتو بدون و انتظاراتتو بدون و روی خودت کار کن، روی رشد خودت کار کن. بله، ولی خیلی جالب بود این، یعنی جمله‌ای که به کار برده بود، ما چه کار کنیم؟ میدونین خانم دکتر یه چیز کلی رو یه دفعه گفته بود، ماها که مثلا تحصیلات عالیه نداریم، ما چه کار کنیم که یه مردی باهوش. ممنون از جوابتون خانم دکتر. یاد بگیرین، بریم بخونین، دیر نیست. ماهی رو هر وقت آب بگیریم تازه است. بله، عالی. برید یاد بگیرید، برید رو خودتون کمک کنید. بله. خانم لیدا میگن که سلام خانم دکتر، در مقابل خانم لیلا، ساری، این سوال اوله، میگن که وقت بخیر، من برای ازدواج دوم خیلی میترسم، نمیخوام تنها باشم ولی کسی رم نمیتونم به این راحتی انتخاب کنم. 39 سالمه، 4 سال از طلاقم میگذره و هنوزم آماده تشکیل خانواده نیستم، یا اینکه هنوزم مرد مورد نظرم رو پیدا نکردم. بله، ازدواج دوم خودش مشکلات خوب رو داره، مشکلات خودش رو داره. اگر شما هنوز کوله باری از خاطرات تلخ گذشته دارید
و هنوز اون بدبینی ها رو دارید؟ این پرسش عمدتا میاد که حالا این مرد دوم چیه؟ یا این زن دوم چیه؟ من وقتی که در زندگی اولم موفق نبودم، وقتی شوهرم اینجور بود و معمولا آدم خودشون رو نمیبینن، حالا من ازدواج با چه کسی بهتره بکنم و چه چیزایی پیش میاد؟ اول از همه وقتی جدا شدید لطفاً برید مشاوره بگیرید و EMDR یکی از تکنیکایی که تمام خاطرات گذشته تلخ رو پاک میکنه و در ایران هم انجام میدن، منم که در اینجا انجام میدم. حالا اگر از اینجا هستید، اول تمام روابط عاطفیتون رو که پاک کردید، تمام وابستگیاتون رو پاک کردید و نشون میده ازدواج دوم گاهی طلاق بیشتره، آمار طلاق بیشتر هستش از ازدواج اول، برای اینکه مردم مشکلات قبلشون رو میارن تو ازدواج دوم و اون تروماتایز شدن PTSD پست تروما استرس دیسوردر، آسیب هایی که توی ازدواج قبلی رو داشتن میارن توی رابطه خودشون. حالا اگر مشکلات جنسی بوده، مشکلات اخلاقی بوده، خشم بوده، عصبانیت بوده، همه اینا رو میتونن بیارن تو ازدواجشون. و آیا حالا این ازدواج من با یه مردی میکنم که او هم طلاق گرفته، او هم باز مسائل خودشو داره، بخوام با یه پسری بیام که ازدواج کنم که او طلاق نگرفته، تا حالا ازدواج نکرده، او هم مسائل خودشو داره و جامعه ما در ایران نمیپسنده اینو متاسفانه نگاه اینجا هستش. حالا اگر با یکی بهترین کس اینه که شما با کسی آشنا بشید که همسرش فوت کرده. معمولا اینا وفادارن، معمولا خوب هستن، چالش هایی دارن ولی میتونن بازم با شما وفادار باشن، میتونن خوب باشن. و مردهای طلاق گرفته خب و زنهای طلاق گرفته مسائل خودشونو دارن، ولی بدبینی ها هست. اگر شما نرفتید، مشاوره نگرفتید، کمک نکردید، کتابی نخوندید که ببینید که حالا از اون رابطه اومدم بیرون میخوام یه انسان تازه‌ای بشم و نشید، اونجا مسئله هستش و طبیعتاً طغیان میشه، طبیعتاً مسائل زیادی پیش میاد. خب پس یه راهنمایی خوبی که کردم، مردانی که همسرشون از دست دادن یا برعکس میتونن خوب باشه، ولی فقط مطمئن باشین مدتش زیاد بوده، غم و اندوه از دست دادن رو تا حدی پذیرفتن، اقلا 10 سالی باشه. حالا بعد شما میخواید ازدواج کنید با کسی که ممکنه بچه دار باشه، حالا باید نگاه کنید. اولا عجولانه مثل ازدواج اول نرید ازدواج کنید. بچه داره، بچه چند سالشه؟ آیا نوجوانه؟ آیا بچه کوچیکه؟ آیا شما اصلا بچه دوست دارید؟ آیا خودتون بچه دارید؟ آیا دوتاییتون میخواین دوتا بچه ها رو با هم بزرگ کنید؟ تمام اینا مسائلیست که شما میتونید روی خودتون کار بکنید و نگاه کنید ببینید که در واقع چی میخواید از این ازدواج. آیا با اعتماد به نفس هستید؟ حرمت به نفس دارید؟ آیا برای اون مرد با تمام وجودتون هستید یا با تمام کینه ها و خشم ها و عصبانیت ها؟ اگر شما کسی هستید که فکر میکنید مرد ها بدن، اصلا ازدواج نکنید، اصلا ازدواج نکنید. یا شما فکر میکنید زن ها بدن، زن ها اینن یا مرد ها اینن، اصلا دنبال ازدواج نرید. بسیار این رفتارها ناپایداره، بسیار مضر، بسیار شکننده است و نابود کننده است. و اگرم میخواید با کسی ازدواج کنید که بچه داره، قرار بچه اونو به اندازه کودک خودتون دوست داشته باشید، باید قلبن دوست داشته باشید، باید بدونید که شما انتخاب شدید که اون بچه رو نگه دارید. اینا رو هم خوب نگاه کنید. جانم، مهتاب جان، مهتاب خانم قطع شدن. خب حتما باز میان. ما چقدر دیگه وقت داریم؟ بله 4-5 دقیقه وقت داریم. من ببینم سوالی رو میتونم بخونم تا مهتاب جان بیان.
و حتما میان قطع شدن. بله، سوالی دارین اونجا بنویسین که من بتونم جواب بدم. از تلویزیون قطع میشیم و میریم روی اینستاگرام به زودی، فقط روی اینستاگرام، و من نمیتونم چجوری بیارم مهتاب جان رو، و من نمیبینم سوال آقای کوین شیما، من بالا رو نمیبینم. و لطفا به تلفن دستی منم زنگ نزنید چون من نمیتونم جواب بدم. بله سلام قطع شدید. بله بله ببخشید تلفن اومد برام. سوری. سلام خانم دکتر. خانم لیدا گفتن که سلام خانم دکتر، در مقابل عصبانیت یه دفعه کودکان تو اون لحظه چی کار کنیم؟ چه برخوردی بکنیم؟ دخترم 5 سالشه و تک فرزنده. من و همسرم روابط خوبی داریم اما بارداری خیلی سختی داشتم. بله، بار چندین عامل میشه که بچه ما این چنین میشن. عوامل ژنتیکی، نوع بارداری، عوامل محیطی، نوع تغذیه، نوع رابطه خودت زمانی که باردار بودی و همکنون، همه اینا باعث میشه. و رفتار دیگران، دیدن فیلم های نامناسب. زمانی که بچه 5 ساله شما یک دفعه عصبی میشه، شما قراره نگاهش کنید، بغلش کنید، در آغوش بگیرید و ببینید چی شده که از کوره در رفته، چی میخواد، چی، یک چیزی هست، یک حالت استرابی داره، انگزایتی داره، یه خواسته‌ای داره که شما ندیدید. و به جای اینکه شما توجه نکنید بهش، وقتی که میبینید داره میره، یک دفعه اینجوری میشه، بغلش میکنید، همقدش میشین، تو چشماش نگاه میکنید، میگی چی میخوای گلم؟ و یکم آب بهش میدی، میگه مامی داره گوش میده بهت، چی میخوای نازنینم؟ ببینید بهانه از چیه؟ گرسنه است، تشنه است، مریضه، دلش درد میکنه، سرش درد میکنه، یه حالتی داره که عصبیه، چه اسباب بازیش گم شده، نگرانه. همه اینا رو باهاش صحبت میکنید و بعدش که تموم شد شروع میکنید بشینیم با هم دیگه نقاشی کنیم، نقاشی کنیم ببینیم با هم دیگه چی میکشیم. وقتی نقاشی میکنه میتونید متوجه باشید که چی میکشه، چه مدادهایی برمیداره، چه رنگهایی رو استفاده میکنه. و 100% توجهتون رو بهش بدید و میبینید که بعد از مدتی حالش بهتر میشه. ولی ریشه این عصبانیت رو شما باید پیدا کنید. به من نگید که همیشه رابطتون عالیه و همه چی عالیه. بنابراین جاهایی بوده بچه یاد گرفته، حالا من نمیدونم، همون عوامل محیطی و غیره رو گفتم، ولی حتما توجه بیشتر بدید و بیشتر تماس بگیرید که من راجع به موضوع بیشتر صحبت کنم. وقتی ما در شبکه جهان جونم چی دیگه بریم توی اینستا سنگه دارتم. بله شما تشریف بیارید تو اینستا. بله من منتظرتونم. و خدا نگهدار دوستان خوبم در شبکه جهان تلویزیون امید ایران. برای هر مسئله فکری و محرمانه بدانید که راه حلی وجود دارد که با راهنمایی دکتر شیرین نوروی، روانشناس ماهر و با سابقه، قابل حل است. با سلام، دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی و لایف کوچ هستم. برای مشاوره حضوری در لس آنجلس و اورنج کانتی و مشاوره تلفنی و آنلاین با 818-274-6312 و 08 تماس بگیرید. 818-274-6312.